سوت آغاز بازی رو هم به صدا در آورد بیژن حیدری. بریم به چمن سبز و مستطیل سبز ورزشگاه آزادی به امید اینکه 90 دقیقه جذاب و پرهیجان رو با هم دیگه ببینیم. قائم اسلامی خواه بلند به محوطه استقلال، خطرناک این موقعیت و گل اول، گل اول رو هوادار میزنه، صاحب محبی دروازه استقلال رو باز کرد. چی شد یه دفعه تو خط دفاع استقلال در شرایطی که کریم اسلامی هم تو زمین نبود؟ ببینیم اینجا با هم دیگه، اینجا سر اول و صاحب محبی، ضربه سر فریورز گرامی رو که توسط حسینی برگردونده شد تبدیل به گل کرد. از چپ حرکت کرده، مقابل داره پور محمد و خودش با پای راست یه ارسال درون محوطه جریمه. کنترلش خوب نبود، حالا میتونه یه زد دمه باشه برای هوادار. قاسمی نژاد، مرتضی منصوری، یک و میده و دو رو میگیره. چقدر خوب کار کردن توی صحنه بازیکنهای هوادار، موقعیت برای گل دوم. اوه 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 اوه، ایمان سلیمی بود که اینجا اشتباه کرد و گل دوم وارد دروازه استقلال شد. چقدر بد شانس ایمان سلیمی. تعجب نکنید، هوادار دو استقلال صفر. اینجا بد شانسی آورد ایمان سلیمی، اومد توپو بزنه، موفق نبود. ولی این گل قطعا تو این گل به خودی ایمان خلاصه نمیشه، از قبلش حرکتی که هواداریا کردن واقعا قشنگ بود، از اون گلایی که باید برگردیم و از اون گلایی که باید برگردیم و از اول ببینیم. تشکر هم میکنیم از همکارامون که از نماهای مختلف نشون میدن صحنه گل دوم هوادار رو. سری بازی آغاز کردن استقلالی ها، مهداد محمدی فرصت و پنالتی گرفت آقای حیدری. خطایی که اونجا امیرحسین پور محمد انجام داد روی مهداد محمدی، اونجا شروع کردن بازی رو با هم دیگه، پور محمد پا رو که قشنگ زد، پنالتی که قشنگ بود. بحث سر اینه که میگن چرا قبل اینکه سوت بزنه آقای حیدری استقلالی ها کار رو آغاز کردن. منتظر سوت بیژن حیدری، گام های یامگا به سمت توپ و ضربه که میزنه و دروازه هوادار باز شد، اختلاف به یه گل میرسه. استقلال یکی از گلهای خورده رو جبران میکنه و حالا اونا انرژی میگیرن در یه زدن گل بعدی. حقیقی رو به یه طرف دیگه و توپ رو به یه طرف هدایت کرد کوین یامگا تا این بشه حاصل پنالتی اون. رضاوند میپره توپ، مهداد محمدی چه واکنشی نشون داد، علی رضا حقیقی نگه داشت هوادار رو در شرایط برتری توی این مسابقه. سبک خاص کلانتری عبور میکنه اما اسلامی خواه بلند درونه محوطه جریمه، چیزی نمونده بود صاحب محبی دروازه رو باز کنه. یه فرصت درونه محوطه، پرچم رفته بالا، اونجا پرچم بالاست، پرچم کمک دوم یعنی محمد عطایی بالا رفته. سردفت و ملوان یک یک کردن، ببینیم اولین موقعیت رو با هم دیگه. مهداد محمدی حرکت به سمت دروازه هوادار. خب نزدوبیر اومد یه ضرب توپ زد، یه ضرب آورد جلوتر مهری، حالا ارسال رو انجام میده ایمان سلیمی. سلمانی با پای چپ ارسال رو انجام میده درون محوطه کوین یامگا، فاصله کمی داشت تا دبل کردن در این مسابقه و برگردوندن استقلال به بازی. رها میکنه داریوش شجاعیان، یه نفر هم مقابل برداشت، همچنان خودش با پای چپ. عجب حرکتی کرد داریوش شجاعیان، چقدر خوب بود حرکتش تو این صحنه، یه کفکشی سالونی انجام داد اینجا داریوش شجاعیان و از اون قشنگتر میتونم بگم عکس العمل حسین حسینی بود. بازی باز میکنه به چپ، ابوالفضل جلالی خودش شوت میزنه، توپش با اختلاف کم از کنار دروازه حقیقی به بیرون رفت. ابوالفضل جلالی پاس دوم روی محوطه جریمه، آرمان میکارن برای کوین یامگا، کورنر برای استقلال. ایمان سلیمی بلند روز به چشمی، سر اول و زد فرصت، اینم گل دوم مهداد محمدیه که دروازه رو باز میکنه. استقلال به بازی بر میگرده،
هاشون خوشحال باشن. اینجا ضربه سر اول، ضربه سر دوم و سومی دیگه تبدیل به گل شد. کاری هم دیگه از دست دریا زقیقی بر نمیومد با این ضربه توپی که داشت شوت مهداد محمدی. یه لحظه توپو میزنه، همچنان فرصت برای استقلال میره که ایجاد بشه. جلالی بلند، این بار ضربه سر از آرش رضاوند و توپی که در اختیار حقیقی قرار میگیره. بازم رضاوند پاس میندازه برای مهداد محمدی، حمله برای استقلال میره که ایجاد بشه. اونجا فریبرز گرامی پوشش داد، یه لحظه اونجا اشتباه کردن. کوین یامگا، آرمان رمضانی، اعتقاد دارن توپ به دست خورده اما کورنر گرفته بیژن حیدری. اینجا ببینیم با هم دیگه توپی که برخورد کرد به صاحب محبی و به کورنر رفت. این توپ هم در اختیار سنگربان هوادار قرار میده. ارسال بلندش درون محوطه هوادار، چه اختلافی توپ به بیرون رفت. ضربه سری که ارسلان به توپ زد. همه بازی قبلی استقلال برده بود مقابل هوادار. مهداد محمدی همچنان خودش با پای چپ ضربه رو هم میزنه. شاید فقط منتظر بود که این جمله گفته بشه، چه چپی زد مهداد محمدی. یه شب رویایی حالا برای استقلالی ها رقم میخوره. اونا برگشتن به بازی، اونا بازی دویش باختر رو 3-2 کردن. یه شوت پای چپ عالی از مهداد محمدی، 3-2 برای استقلال. این پاسی که رسید به مهداد محمدی آورد بیرون، سب کرد جلوش خالی شد و این چپ رو زد به سمت دروازه هوادار. از گلای قشنگ این فصل رو دیدیم با هم دیگه. فقط هم نگاه کرد توپو علی رضا حقیقی. از چند نما ارسال بلند درون محبت میران برای گل چهارم، اما اونجا ضربه سری که از همه رد شد و ضربه دروازه به دست اومد. بابک مرادی چه توپی رو داد تو منطقه زمین. مهداد محمدی گل چهارم میبینیم تو صحنه یا نه، هتریک میکنه محمدی یا نه. نمیذاره علیرضا حیدری که او هم مثل شهاب زاهدی تو این هفته از دیگه برتر هتریک کنه. اینجا سوت پایان بازی رو به صدا در آورد آقای بیژن حیدری. 3 امتیاز برای استقلال تو شبی که اونها یه کامبک فراموش نشدنی زدن با سرمربیشون یعنی جواد نکونام و دبل مرداد محمدی و یه گلی که کوین یامگا زد.